چون کوه استوارم در چشم دشمن خود، می سازم این وطن را با عزم روشن خود. در چشم پر امیدم شوق حماسه دارد، در راه میهن خویش همواره جان نثار است. جان نثار این راه روشن تو، این انتخاب من بود، عزم من و تو هم شد، خون در رگ وطن بود. هر چند مانده باشد خاکستری بر آتش، دنیا بداند اما من کاوه‌ام، من آرام. ایستاده‌ام به میدان تا سرفراز باشد خاک عزیزم ایران. درود گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه، و درودی به جوانان مبارز و رزمنده ایرانی که به راستی این روزها آنچه انتظار همه ماست برآورده میکنند و از جان میگذرند تا کشورشون را از دست این مشتی آخوند جانی و دزد و فاسد نجات بدن. خبرها و مطالب در رابطه با ایران همچنان بسیار گوناگونه و رویدادها همه در سطح جهان متوجه این کشوره. هواپیماها پرواز نمی کنند، هواپیماهای مسافری بر فراز ایران، و نمی شینند در فرودگاه مهرآباد به خاطر اینکه کشور دارای امنیت نیست. یعنی به عنوان ناامن‌ترین کشور جهان معرفی شده که حتی فوتبالیست‌های کشورهای مختلف حاضر نمیشن، که یعنی اعلام کردن رسماً که ایران ناامنه، ما برای مسابقه اونجا نمیریم. چرا هواپیمای اوکراینی رو سپاه پاسداران زد، منفجرش کرد با پرتاب دو موشک؟ این البته در برنامه امروز من سیاوش اوستا، دوست و همکار عزیزم در پاریس، در ارتباطی که با ایشون خواهیم داشت درباره هم جعبه سیاه و هم چرا این کار رو جمهوری اسلامی کرد بحث و گفتگو خواهیم داشت. اینا این سیستم و اینجور نمیتونه ادامه پیدا کنه. صدای روسیه هم البته میدونیم کم کم با این که تا حالا هیچ نوع همراهی با این مردم نکرده بود و همش طرفداری رژیم و اینا رو میکرد، ولی دیدیم که روسیه هم برای اولین بار به حال به هشدار داد به جمهوری اسلامی
که قطع همکاری این رژیم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خروج رژیم از NPT که اینا رو جواد ظریف اعلام کرد، اینا کار خلافیه. حتی روسا الان به زودی ظرف یکی دو هفته آینده اعلام میکنن که دیگه ایرانی ها بدون ویزا نمیتونن بیان روسیه و اینا رو همه رو این رو بدون روادید همه رو اینا رو قطع کنه. اونجا هم میدونه که چه اتفاقاتی در راهه، بنابراین جلوی این کار روسیه هم داره میگیره و ایرانی ها دیگه اونجا به روسیه راه نمیده که بدون ویزا برن تو اون کشور. خب آقای سیاوش عبستان رو لطفا بگیریم، ما باشون جمع گفتی بکنیم و بعد یک این جوانای ایرانی بعد میخواستم ای کاش اومدی شما، والا اون عکس‌ها رو آقا بذاریم برای بعد دیگه. آقای سیاوش عبستان داشت آوردن. درودی بر شما آقای سیاوش عبستان، مثل همیشه شیک و ترتمیز و خوشحال و سرحال و لب خندان و ما به حال شما رو همیشه تو همین چهره و اینا دوست داریم و میدونیم که یار مبارز همه رسانه های در حال فارسی زبان هستین و مبارزان. آقای عبستان، من اول همه این پرسش از شما بکنم چون باهاتون در این زمینه گپ و گفت کردم قبلا، چرا میگن که دو جعبه سیاه رو بدین فرانسه صریحا باز بکنه، نمیگن اینو مثلا بدن به اوکراین باز کنه جای دیگه، میگن اونجا میتونن این رو باز کنن بکنه، چرا؟ در این رابطه درود بر شما مهربان یار، جناب شرفشاهی نازنین، درود به کارگردان برنامه شهرتی و همه بینندگانی که ما رو میبینن. آرزو دارم که جناب شرفشاهی شاد و تندرست باشید و چون چیز هست ما هم هستیم تا آخر ما هم میشه شاد باش گفت. سال نو مسیحی هم بهتون شاد باش میگم میلادی رو. امیدوارم که همیشه در پناه اهورامزدا شاد و خوش و پیروز باشید. جناب شرفشاهی عزیزم، عرض کنم خدمتتون که کمپانی که این جعبه های سیاه رو میخونه در فرانسه اسمش زعفرانه، اینا میگن سفران. سفران یک یادگاریش از دوران محمد رضا شاه که خیلی به درازا میکشی اگه من بخوام صحبت کنم. این مهمترین تشکیلات برای شناسایی و پژوهش روی جعبه‌های سیاه است. میدونید که چه بوئینگ چه ایرباس اینها مونتاژ میشن. درسته که اکثر چیزای بوئینگ توی امریکا ساخته میشه، ولی جعبه سیاه مثل سفینه‌هایی که به فضا میفرستن و اینها، مشارکت فرانسه هم درش هست. یعنی در زمین فرانسه متخصص جناب شرفشاهی عزیزم. اما از اون طرفم خب حتی بارها هم شده که خود امریکایی‌ها کشورهای دیگه اینجا، ما چون خبررسانی می‌کنیم و قرض و مرضی هم نداریم حقیقتشو میگیم که بعضی وقتا کشورهای دیگه هم همین کاری کردن و جعبه‌های سیاه رو فرانسه اکثرا و تقریبا همیشه بررسی کرد. از طرف دیگه خب یادمون نره که ایران و امریکا الان در حالت جنگ هستن، یعنی واقعا در حالت جنگ هستن و به همدیگه اعتماد هم ندارن. این عدم اعتماد هم موجب شد که نده به آمریکا یا اوکراین و فرانسوی ها این کار رو بکنن، چون تخصصش دارن، چون ساختار جعبه های سیاه ریشه فرانسوی داره، اونم با نام زیبای زعفران ایران که بهش میگن سفران. بله بسیار عالیه، ولی جمهوری اسلامی میترسه که این دوتا جعبه رو به فرانسه بده چون درونش ممکنه مطالب جالبی بیرون بیاد که برای همه مردم دنیا در حال یک مسئله تازه‌ای باشه از بی‌آبرویی که رژیم جمهوری اسلامی کرده و اقدامی که اصلا هیچ کشور دنیا وحشیاش هم این کار نمیکنن که هواپیمای مسافری رو با موشک بزنن، اونم نه یکی دوتا. حالا شما در زمینه اینی که این همین امروز دیدم اوکراین اعلام کرد که چرا نوه خمینی رو کشیدیم بیرون، اون سه نفر دیگه کیا هستن، میگید در این زمینه اونجا چه خبری داشت؟ یاد اون روزی افتادم جناب شرفشاهی نازنینم که حزب جمهوری اسلامی رفت رو هوا و پیش از این که بره رو هوا چند نفر از سالن حزب اومدن بیرون. بله. از هاشمی رفسنجانی که الان نیست.
حالا این هم مشخصا همینطور بوده. ببینید جناب شرفشاهی، امشب اطلاعات جالب و خوبی که دست اول هست و بینندگان خواهد دید، خواهند شنید و مثل همه حرفایی که با هم داشتیم تا کنون جدا داشته سیاوش اوستا، خواهند دید که در ماها، روزها، هفته‌های آینده همونی میشه که من دارم عرض می‌کنم امشب خدمتتون. در ایران جنگ قدرت برای جانشینی خامنه‌ای خیلی جدی شده، به خاطر اینکه حذف خامنه ای قطعی است بعد از انتخابات مجلس. اینا انتخابات مجلسشون که انجام بشه 100% خامنه ای پوزش میخواد. خامنه ای مثل رفسنجانی، مثل قاسم سلیمانی، مثل خیلی دیگه، مثل خود خمینی، یادتون نره خود خمینی رو پزشک معالج خمینی پروفسور سیف الدین نبوی به من گفت که کشتنش، احمد خمینی رو کشتنش و حذف میشه. اینجا تو پرانتز من یه پیام به تمام فرماندهان سپاه بدم که تاکنون تعداد زیادی از اینها کشته شده بودن، آخریش قاسم سلیمانی بود. همه شما هم همینطور هستید. پس تا دیر نشده همونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفت به مردم بپیوندید. اما جناب شرفشاهی عزیزم، این جنگ قدرت برای جانشینی خامنه ای به گونه است که حتی اون جناح دیگه اومده با یک سری پیمانهایی با اپوزیسیونهای خارج از کشور نیز بسته که روی این مسئله الان بحث نمی کنیم. اما بعد از زدن قاسم سلیمانی اینها خیلی دلشون میخواست که اصل قضیه زده بشه، چون تا وقتی که خامنه ای است، روحانی است، نظام ولایت فقیه است، این مسئله ادامه داره و شوربختانه همچنان که خود آقای ترامپ، خود آقای پومپئو همه اینها ادغام کردن به این قضیه و گفتند که ما یک دشمن بسیار قوی و برترین رو زدیم. این برتری قاسم سلیمانی که خودشون باز جدیدن گفتن که از خاورمیانه تا آمریکای لاتین، حتی آمریکای خود آمریکا نگفتن اینا نفوذ داشته و داره، ولی زدنش اگر ما نتونیم پیرن عثمان کنیم بر علیه نظام ولایت فقیه و بگیم خود نظام ولایت فقیه بوده که این خط رو داده که این قاسم چون بیکار شده بوده دیگه سر چی بوده براشون بزننش، ما باید این پیرن عثمان کنیم بزنیم تو سر نظام جمهوری اسلامی. اما اون جنای اونوری اینا و جنای اونوری نمیذارن این کار بشه. اونهایی که میخوان جانشین خامنه ای بشن و جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران رو با ولایت اینی که میگم خیلی جدی است، پروژش رو برنامه‌ریزی کردن در بخشی از رژیم که عملی کنن، یعنی ولایت فقیه دوم، جمهوری دوم میشه با همون که در مرز بگم ولایت فقیه دوم که حسن روحانی میگن خیلی ها خاتمی، خاتمی نیست، خود حسن روحانی مشخصا میشه ولی فقیه و جمهوری دوم ایران اسلامی تشکیل میشه ولی اسمش میزن جمهوری دموکراتیک. خب بعد از زدن قاسم سلیمانی اینها امپراتوری شیعه در سرتاسر جهان از این قضیه بهره برد و حتی اگر در ایران رژیم ولایت فقیه هم از بین بره، این امپراتوری شیعی میتونه در عراق، در لبنان، در سوریه، در پاکستان، چون من اینها رو از نزدیک جناب شرفشاهی چک میکنم، به 5 زبان اخبار دنیا رو میبینم، میبینم در پاکستان چه خبره، عراق و سوریه، اگر در ایران ولایت فقیه از بین بره با مهر یزدان پاک میره و این کاری که اینا کردن با قاسم سلیمانی، در دیگر نقاط جهان که شیعه وجود داره این امپراتوری شیعه خودش یه بازی نوع جهانی میشه. حالا اون بخشی که میخواد ولایت فقیه دوم رو تشکیل بده علیه خامنه ای، اینها دیدن که بدجوری شد، چند میلیون اومدن یک پروژه ای رو خواستن عملی بکنن و اون پروژه این بود که امریکا بزنه ایران رو و همون مشخصا مثل صدام حسین، مثل قذافی بزنه، که شوربختانه باز نمیدونم اینجا میشه بگیم ذکاوت آقای ترامپ و دستگاهش که مشاورانی داره این کار انجام نشد. حالا کی زده جناب شرفشاهی، کی زده این هواپیما رو؟ یک نفر آقای حاجی زاده، امیرعلی حاجی زاده خارج ایران بوده، یعنی اون کسی که مسئول این قضایای فضایی در تقریبا، یعنی میشه بهش بگیم رئیس نیرو هوایی سپاه پاسداران است، گفت در کرمانشاه بودن ایران بوده و یک نفر
این رو زده، دو تا موشک زده. این یه نفر هم الان در بازداشته، حتی میخواسته خودکشی بکنه، نگهداری کردن که خودش رو نکشه. رژیم که خواست سر ته قضیه رو هم بیاره، سری بگه اشتباه شده و چه و چه، به خاطر اینه که اگر میومد مثل جریان سعید امامی میگفت آقا این مأمور خارجی بوده که ترورها رو میکرده، که باز به ضررش میشد، میگفتن یعنی چه این چه تشکیلات چه مملکتیه که توی سپاه قسمت پدافند اون جایگاه حساس یه نفر بوده که اومده زده که چه بکنه. حالا من روش نمیخوام زیاد باز کنم این قضیه رو. از سوی جناب شرفشاهی عزیزم بایستی ببینید تو این هواپیما کیا بودن. درود به روان پاک همه این نازنین هایی که بودن، اکثرشان ایرانی و غیر ایرانی، ولی جناب شرفشاهی اینا اکثرشون که میگن نخبگان بودن، حالا شاید من پوزش میخوام، خانواده ها نخوان بعضیاشون، من اینو بگم، این نخبگان یکی از کارهای قاسم سلیمانی این بود که فرزندان شهدا برترین بورس تحصیلی رو داشتن که میتونستن هر جای دنیا که دلشون میخواد برن تحصیل کنن و بدون حساب کتاب پول در اختیارشون بذارن. یک عکسی داریم که این سند پنجم شاید باشه، من براتون فرستادم، که یکی از این عروس و دامادها با قاسم سلیمانی عکس داره، آقای محمد صالحه و سرکار خانم شهید روانشاد جان باخته زهرا سعدی حسنی. این دوتا این خانم زهرا پدرش از محافظین قاسم بوده و اهل خود کرمان بوده و این عکسی که شما میبینید درست چند روز پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی گرفته شده و قاسم سلیمانی 5 سند من برای شما فرستادم دارید. نایمده؟ ایداد روی تلگرامتون فرستادم، حالا برحال ایران نداره، بعدا ما که اسناد هست برحال. این 5 سندی که الان ارسال شده که حالا دیده نمیشه، قابل رویت هست، روی سایت ها میذاریم ببینید، برای خدای شرفشاهی میفرستم که در روزنامه بذارن. 5 سند داریم آقای شرفشاهی که البته تا الان 12 داریم، ولی 5 رو براتون فرستادیم که رویت نمیشه. تو این 5 سند نشون داده میشه قاسم سلیمانی پیش از کشته شدنش 1 میدونسته که کشته میشه، 2 شروع کرده بود به فرزندان شهدا یک سری اطلاعاتی رو میداد، اطلاعات خیلی مهم تو همه اسنادی که براتون فرستادم هست، اسناد واقعا منحصره. یکی از موارد دیگه که همینجا میخوام بگم تو این اسناد هست، 3 ساعت پیش از کشته شدنش از فرودگاه دمشق یه نامه مینویسه به دخترش. تو اون نامه که به دخترش مینویسه میگه من میخوام که خدا منو پاک بپذیره و دلم میخواد همونطور که موسی رو پذیرفت که نتونست رو پاش وایسه، من رو مثل موسی بپذیره. این قصه موسی و لرزیدن پا و اینها جناب شرفشاهی افسانه خیلی قشنگی داره و اون در رابطه با ستم فرعونه، یعنی اینجا فرعون رو میگه حاکم بر ایران. سند دوم نامه که باز قبل از این 3 ساعت برای زنش فرستاده، با دستخط خودشه برای زنش نامه میفرسته و میگه من جای قبرم رو مشخص کردم که کجا منو دفن میکنی و یادت نره فقط روی قبر من مینویسی سرباز، یعنی به یاد محمد رضا شاه، سرباز مال محمد رضا شاه، سرباز قاسم سلیمانی، یعنی میگه ننویسین سردار، نبنویسین سپاهی، نبنویسین پاسدار. حالا عکسیم که من براتون فرستادم دارید، عکس قبر قاسم سلیمانی هم دارید که این پلیدان حاکم بر ایران اومدن نوشتن سرباز ولایت شهید حاج قاسم سلیمانی، یعنی نه ولایتی خواستی که بنویسید، نه شهید رو خواسته، نه حاجی رو، خودش با قلم و خط خودش نوشته سرباز قاسم سلیمانی. به خاطر فرمانده سپاه بوده، میگه نه سپاه، نه چه سرباز. و این احترام به اون ارتشی های برومندی است که به این بچه آموزش دادن آقای شرفشاهی از ابتدای انقلاب که لشکر سارالار را انداخت و ارتشی های عزیز که بایش آشنا هستن خودش رو جادن. حالا سند دیگه که داریم آقای شرفشاهی خیلی مهمه، این سند رو خیلی مهمه، کشته شدن عماد مقنیه رو میگه، به یک دختر شهیدم میگه، بعد میگه صدارم ضبط نکن، دارید سند رو، میگه که عماد مقنیه 2 دقیقه قبلش من بایش بودم، تا سوار ماشین شد زدنش و سوخت، یعنی این که اسرائیل منو بارها میخواست بزنه نزد،
و برای همین هم هست که آقای یوسی کوهن رئیس موساد یک ماه پیش از اینکه کشته بشه سلیمانی مصاحبه کردن ایشون و گفتن که ما میتونستیم و میتونیم بزنیم سلیمانی رو، نمیزنیمش، ما باش مشکلی نداریم چون اینا از طریق حالا اون بحثا جداست. حالا سند دیگه ای که باز خیلی مهمه جناب شرفشاهی عزیز در رابطه با قرآن، این هم شما صدای باسم سلیمانی رو دارید، داره با مردم صحبت میکنه اونجا نشسته، میگه خب این بهش قرآن هدیه دادن، میگه قرآن واسه رو تاقچه خوبه، میگه قرآن بر رو تاقچه شده خوبه، شما بگید آره نظر شما چیه؟ یعنی در این یکی دو ماه اخیر که میدونست داره کشته میشه و برنامه رو خود اینا دارن میگن از خاورمیانه تا اونجا نیرو داشته، خب اطلاعاتش هم قوی بود، میدونست که معاملش کردن و دارن میکشنش، اینه که این جنگ قدرت هواپیمای اوکراین رو که میزنن به خاطر این که میخواد اون ولایت فقیه دوم بتونه بیاد جا رو بگیره، اما به هر حال سیاست جهانی به گونه دیگه عمل کرد، ولی مجرم اصلی که یک نفر باشه که کل سپاه نظام ولایت فقیه جناب شرفشاهی. نکته دیگه ای که پایانی میخوام عرض کنم خدمتتون بسیار بسیار مهمه، اون این هست که الان از یک هفته است در داخل ایران نیروهای مارکسیست اسلامی که با روحانی همدست هستند، مثل مارکسیستای و ماویستای اصلی، مارکسیستای اسلامی از یک هفته پیش در ایران دارن شعار میدن که نه شاه ستمگر میخوایم و نه رهبر نمیدونم فلان، اینها در راستای همین مسئله است که اینا دیدن رضا شاه روحت شاد داره چه پیشروی کرده و میکنه و همون پابرهنه ها هوادار این شعار هستن، شروع کردن که این شعار رو از دهن مردم در بیارن و جاش چیز دیگه بگذارن و در دسترس شما هست این شعارها. به خاطر همین ملت ایران 22 بهمن خونینی رو خواهد داشت، به خاطر اینکه 22 بهمن که 40 قاسم سلیمانی است، مردم به خیابان‌ها خواهند اومد برای نفی نظام جمهوری اسلامی و کلیت این نظام، نه اینکه بخشی بره بخش دیگه بمونه با یک جمهوری دموکراتیک اسلامی با کسایی که 40 سال به عنوان اپوزیسیون هیچ کاری نکردن الایی که گفتن نه شاه نه خمینی، و الان هم که می‌بینن رضا شاه عمق جامعه ایران نفوذ کرده، اومدن توطئه بکنن و از دیر زمان با اینها همدست و همداستان بودن با باند روحانی، همین اختلاسایی که اینا کردن و میکنن جناب شرفشاهی، اینها همه دستمزد اینهاست که این 40 سال اینها این نظام رو نگهش داشتن. عکس اومد، خب بعد از این عکس جناب شهرتی عکس دیگه دارین، اگر اونو بشه بیاد بعد از این، دقیقا بعد از همین، آها اینجا شما روی این عکس، این عروس و دامادی که می‌بینین اینا عضو مسافرین اوکراین بودن، با دقیقا تا جایی که من اطلاع دارم الان 10 نفر دیگه از نخبه‌های ایرانی، اینها خانواده شهدا بودن، مثل همین بچه، مثل همین عروس و دامادی که تو هواپیما بودن، و اینها جناب شرفشاهی عزیز چند روز قبل با قاسم سلیمانی تو کرمانی هم بودن ملاقات داشتن و اطلاعات و اسراری بهش داده، تو اون هواپیما اسرار بسیار مهمی بوده و اسناد بسیار مهمی که قاسم منتقل کرده بود به بچه شهدا، برای این زدن هواپیما رو. عکس دیگر هم اگه مهربانی کنید جناب شهرتی عزیزم، آها این دستخط قاسم سلیمانی است، 3 ساعت پیش از کشته شدن از فرودگاه دمشق برای دخترش می نویسه، میگه خداوند عاشق دیدارتم، همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود، خداوند پاکیزه بمیرم، داره میدونه داره میمیره، خداوند منم پاکیزه بپذیر. و اینجاست که ما میبینیم که ما باید پیران عثمان کنیم سلیمانی رو، مخالف و موافق فرق نمی کنیم، میخوایم نظام بیفته باید پیران عثمانش کنیم، بگیم اینو کشته، خود نظام هم کشته، پاسدار پاشو تا تو رو هم نکشتن بکش. اینجا جناب شرفشاهی عزیز دستخط قاسم سلیمانی است که برای زنش نوشته، برای زنش توی کاغذ معمولی میگه که وقت روی قبر من، اولا من کنار شهدا جنگ دفن کنین توی کرمان، دوم من روی قبرم فقط بنویسین سرباز قاسم سلیمانی. حالا اینا اومدن حرامی ها نوشتن شهید حاج قاسم، بالا هم سرباز ولایت. یعنی جناب شرفشاهی من اینجا یه نکته رو به شما بگم،
یک سال پیش از انقلاب قاسم سلیمانی اومد تو دفتر من. من عکس رضا شاه رو تو مشهد همیشه با خودم داشتم، تو دفتر من بود. عکس رضا شاه لژیون خدمتگزاران بشر چاپش کرده بود. این تا عکس رو گرفت بوس کرد. بوس. گفتم چرا ماچ کردی؟ گفت بابام اینو به من یاد داده که من رضا شاه. جناب شرف شاهید وقت زیاد میخواد که بهتون سیاوش اوستا بگه. اگر ما شاهد این بودیم که در ایران مومیایی رضا شاه کشف شد و اونقدر سر و صدا رو انداخت با اینکه هر چیزی رو اینا سانسور میکنن، این کار این مرد بود. من آگاهم. اگر در ایران 10 کتاب در رابطه با رضا شاه چاپ شد، کتابهایی که نام رضا شاه روش بود نه رضا خان، از خاطرات بهبودی بگیرید تا غنی و غیره، کار اینها بود. اینها یه تیم مقتدری هستند که میخوان رضا شاه رو در ایران زنده کنن و خواهند کرد. و این نظام ولایت فقیه به کلیتش، به کوری چشم مارکسیستای اسلامی و به کوری چشم پادشاه، لقب خوبی اینا داد مارکسیستای اسلامی که میخوان پادشاه رو حذف کنن از این تظاهرات، اینا به کوری چشم همه اینا نه ولایت فقیه دومی خواهد بود و پایان این نظام. حالا اون دوتا فیلم دیگه هر کدوم 1 دقیقه است آقای شهرتی، که اگر باشه همونجاست که میگه قرآن واسه رو تاقچه خوبه، قرآن میگه واسه رو تاقچه خوبه، و دومی که میگه مغنیه رو با من بود رفت اینا زدن کشتن. و یک آقای شرفشایی 2 ماه پیش از کشته شدنش برای نخستین بار و آخرین بار یه مصاحبه 1.5 ساعت کرد و اونجا هم برای اینکه فردا جنگ نشه بین ایرانی ها با اسرائیل با یهودی ها کینه توزی نکنن تأکید کرد، خود سلیمانی هم حرف آقای یوسی کوهن رو تایید کرد، گفت اسرائیل بارها میتونست با بالگردش منو بزنه، حتی بارها ما با عماد مغنیه توی ماشین بودیم ولی نزد. خودش گفت، خودش، به خاطری که نمیخواست پس از کشته شدنش بیان همون کاری که اسرائیل هم خیلی ذکاوت نشون داد، خیلی باهوشی نشون داد سالیان سال. و نکته بسیار مهم آقای شرفشاهی عزیز، از 5 سال پیش من یه برنامه رفتم فیلم بادیگارد نشون دادم و فیلم باتلفیلد 3 امریکا ساخته، تو این دوتا فیلم نشون داده میشه که قاسم در حال کشتنه. حالا 5 سال طول کشید، 5 سال طول کشید، ولی خوشبختانه ما میتونیم این رو پیراهن عثمان کنیم و به سپاهیان مزدور بگیم بابا شما که از قاسم مهمتر نیستین، از رفسنجانی مهمتر نیستین، از همه شما بدبخت و قربانی میشید، به حرف رضا پهلوی گوش کنید، به مردم بپیوندید و ایران را از این بلاهای 40 ساله نجات بدید. یک مشت کمونیست و مارکسیست و ضد ایرانی و عرب پرست اومدن این سرزمین رو ویران دارن میکنن روز به روز. و خامنه ای هم آقای شرفشاهی چقدر رجزخوانی کرد، گفت اگر آقای ترامپ پاره کنه ما آتیش میزنیم. چه آتیشی زدی؟ دارید میدوید دنبالشون که. بله آقای سیاوش اوستا، یه نکته جالبی بر من، یه خبر جالبی داشتم و اون اینه که وزیر دفاع سوریه اعلام کرد پریروز که سلیمانی نقش داشته در کشتن افراد معترض غیر مسلح. خب این نفوذ زیادی در سوریه داشت، میدونید که حتی رئیس جمهور سوریه رو برداشت برد تهران و ما با پول پسش فرستاد و اینا، ولی چجوری میشه وزیر دفاع سوریه علیه قاسم سلیمانی حرف بزنه بگه این یه جانیه؟ در واقع گفت یه جانیه، برای اینکه افراد غیر معترض رو میکشته. در وقتی جناب شرفشاهی عزیزم وزارت اطلاعات آقای علوی میاد عکس قاسم سلیمانی رو میکشه پایین و همزمان که داره میکشه بیرون پایین تمام رسانه‌های جهانی پخش میکنن، این مسئله قاسم سلیمانی الان یک مسئله جهانی شده و جهان یعنی توافق اگر نبود، یعنی اگه توافق روسیه نبود، جمهوری اسلامی اول از همه جمهوری اسلامی نمی بود، آقای ترامپ نمیزد. آقای شرفشاهی عزیز تا 1-2 هفته پیش از اون قاسم سلیمانی با ارتش آمریکا در پیوند بود برای زدن داعش. این خود اینا گفتن، اسناد پنتاگون هم هست. یعنی تمام این پروازهای غرب که میرفت سوریه و عراق رو میزد زمینی قاسم سلیمانی بود. و ببینید آقای دیوید پتراوس اخیرا ایشون هم تایید کرد ترور رو، ولی ببینید دیوید پتراوس هم اینا پیش از ترور نظرات دیگه داشتن. در این شک نکنید آقای
شرفشاهی عزیزم، که از همکنون که نه، از همون موقع دو خط جدا شد. حتی تو خود ایران، تو خود ایران آقای روحانی سکوت کرد و چیزی نگفت، و الان آقای زم، روح الله زمه، این بچه رو که گرفتنش جناب شرفشاهی، اینها همه زمین سازی این بود که اینها در این جنگ قدرت با سند، اینا مستند اسنادش هست، برای شما میفرستم، روزنامه فرانسوی، روزنامه اسپانیایی، روزنامه آلمانی نوشتن، اپوزیسیون مارکسیست خارج از کشور، مارکسیست اسلامی و یا مارکسیست معمولیش، اینها با روحانی دستاشون تو دست همه. شما یک نکته خیلی مهم در نظر بگیرین که رژیم به کلیتش فاسده، رژیم تماما فاسده. یعنی رژیم چه قوه مقننه، چه مجریه، چه شورای نگهبان، چه ولایت فقیه، چه پارلمان، همه. ولی شما ببینید این لشکر سایبری که برای ما همش خبر میفرسته و دیگه جلو فکر کردن خود ما رو گرفته، 98% اخبار از اون وره، 2% به روحانی اینها هم هست، در رابطه با دلار، در رابطه با وابستگی ما به جهان، که از روسیه شما بگیرید تا انگلستان، آقا هیچ کسی چی نمیگه، در رابطه با پاسپورت آقای روحانی در که اسکاتلندیه و خیلی مسائل دیگه، هیچ چی نمیگن، چون همین اتحاد ساخته شده. و خوشبختانه من چون خبر دارم اینو به شما بگم، شاهزاده رضا پهلوی هم از چند سال پیش از ایشون دعوت شد که به این اتحاد بپیونده، و ولی این مرد نازنین، این فرزند محمد رضا شاه و نواده رضا شاه، شجاعانه ایستاد با اینکه پیشنهادات مالی بالایی هم بهشون کردن، و ایشون به این کمپ اتحاد برای ولایت فقیه دوم نپیوست. این ولایت، چون آقای شرفشاهی شما از قدیمی ترین روزنامه نگاران ما هستید، فرق جمهوری دموکراتیک اسلامی با جمهوری اسلامی چیه؟ فرق روسری با عمامه چیه؟ فرق سینه زدن، زنجیر زدن، قرآن به سر کردن این اپوزیسیون های قلابی خارج با اون چیه؟ و بعد یادتون نره اینها همون آمریکا این خوب میدونه. آقای شهرفجایی، امریکا از موقعی که آقای ترامپ تشریف اومده رئیس جمهور شده تا حالا 7 بار گفته که ما با این اپوزیسیون های تروریست سابق کاری نداریم. اینا خودشونو میچسبونن، چون منبع درآمد اینا کشورهای عربیه، از کشورهای عربی اینا پول میگیرن. برای همین من بگم این آدرس های عوضی که خود خامنه‌ای و رژیمش میده، یک قرون اسرائیل به اینا پول نمیده، به اپوزیسیون، تازه اینا پول میدن. در اسپانیا اینا پول دادن، اسنادو براتون میفرستم، و احزاب راست افراطی رو آوردن بالا. در همین فرانسه، در امریکا اینا کمک میکنن به منتخبین غربی ها. امریکا خیلی حساب شده کارش کرده و این تروریست ها رو میشناسه. ولایت فقیه اونها با این ولایت فقیه هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره، جهان هم اینو میدونه، مردم میگن. ولی اونا ببینید گول زدن، لشکر سایبری اینها، آقای شرفشاهی، لشکر سایبری اینها رگبار مغزها رو داره میشوره. مردم مهلت چه ندارن؟ مهلت اینکه یک کتاب بخونن، برای اینکه میخوان همون جمهوری رو نگه دارن، دموکراتیکش کنن. همه پرنسیپ ها و المان های مارکسیست های اسلامی، خامنه ای افتخار میکرد که اعلامیه مارکسیست اسلامی از توش بیشتر بیاره به ما بده قبل انقلاب، اینکه خامنه ایشه، همشون همینطورن جناب شرفشاهی عزیزم. به هر حال از این پس هم اینها هر جا بتونن سر قاسم سلیمانی رو دوباره میبرن که بتونن خودشون حفظ کنن، چون الان شورش هست در لبنان، شورش هست در عراق، شورش باز دوباره شروع میشه، چون اینها ول نمیکنن بشار اسد رو، بشار اسد نمیتونه اونجا بمونه مثل علی خامنه‌ای. و من به شما قول میدم جناب شرفشاهی، انتخابات مجلس اینا، اینا که هواپیما رو زدن به خاطر اینکه افراد قاسم سلیمانی با اسناد اونجا بودن و عزیزان و نازنین ها و نابغه های بودن، که من غیر از همین حسنی چون اجازه داشتم از خانوادهش کسی دیگر رو نمیگم، اینها بچه هایی بودن که برای فردای ایران نقش داشتن، اسنادی داشتن، اسناد بسیار مهم، از همین 5 موردی که من به شما گفتم که خیلی مهمه. شما درگیری هم که اگر سلیمانی با چیز داشت، با سیستانی داشت، چون با آخونده درگیر بود مشکل نداشت، فقط خودشو به این چسبونده بود، به این خامنه‌ای پلید، که بتونه رشد کنه.
و توی همین اسنادی که دارید میگه، میگه که من دیگه دلم میخواد کشته بشم به خاطری که نمیخوام شهدا رو ببینم. این بازی دیگه خیلی کثیف شده، خودش اینو داره میگه، خودش داره و میره کشته میشه. حالا ما اگر بخوام پیران عثمان، یه مسئله تاریخی است، مسلمان ها میدونن وقتی که عثمان کشته شد توسط ایرانی ها و مصری ها، معاویه اینو علم کرد و علی رو سرنگون کرد، تونست امام علی رو سرنگون کنه. ما الان میتونیم، الان دیگه در ایران هیچ کس نیست که چنین باور نکنه که سلیمانی با توافق جمهوری اسلامی ایران کشته شده. بله. اما نباید گول مارکسیست اسلامی رو بخوریم و تبلیغات منفی که دارن میکنن. ای 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 ای. ما باید سیر علم کنیم. امریکا با این قضیه موافقه، غرب هم، فرانسه هم، همه اسرائیل هم موافقه. باید پیراهن عثمانش کنیم، بگیم این رو خود اینا با توافق اینا کشتنش. و اون سیل جمعیتی که رضا شاه روحت شاد رو میگفت رو دوباره بیارم روی صحنه و میتونیم، و من میدونم رجای واسط دارم که نظام ولایت فقیه به کلیتش نابود میشه. جناب شرف شاهی عزیز، حالا یه پرسشی من در پایان برنامه دارم از شما. دو سه تا فیلم و ویدیو داشتم، خیلی جالب بود اگه بشه بتونم فکر نمیکنم بشه. شما گفتین این هواپیما رو فقط یک نفر زد، تصمیم گرفت و زد. اگر اون همه مدارک و اسناد و آدم های حساس اون تو بودن، خب به این باید یک کسی دستور بده که شما بزنین خودت رو تنهایی کنم. درود بر شما، درود، سپاسگزارم که تصحیح فرمودین، سپاسگزارم. جناب شهرتی، همیشه اون جاسوسه، اونی که میره چمدون رو میذاره و رجایی و با هنر میکشه یه نفره، ولی پشتش تشکیلات، در این شکی نیست. یک نفره که میره شاسی رو میزنه، پشتش تشکیلاته. همون مثلا تمام ترورهای دیگه که اینا انجام دادن، پشتش تشکیلات. اون تشکیلات رو خواهید دید یک کمی آروم بشه، ورژن های مختلفی به وجود میاد، بستگی به انتخابات داره. و من یک سری اطلاعاتی دارم ولی اونها رو به دلایل الان مطرح نمی کنم. بله، فرمایش شما کاملا درسته، سپاسگزارم که گفتین که تصدیق کنم. یک نفر نفوذی میره حزب جمهوری اسلامی رو میفرسته رو هوا، یه نفر میره چمدونی میذاره اونجایی که باید، یه نفر میره تو کاخ نخست وزیری چمدونی میذاره بعد خودش میاد بیرون، ولی تشکیلات پشتشه. تشکیلات اون تروریستی رو که میفرسته یه نفره. بسیار ممنون از شما، سپاسگزارم. به قول بچه های مطبوعاتی برنامه توپی بود و امیدوارم اونایی که دوست دارن این برنامه رو ببینن و نرسیدن، این برنامه از بعد از ظهر امروز در یوتیوب هست، در فیسبوک هست و در توییتر هم هست. بنابراین خوشحال شدم که اسناد رو تونست آقای شهرتی نشون بده، خصوصا دوتا نامه به زن و دخترش رو که پیش از کشته شدنش و این دیگه پیران و عثمان. بچه تو ایران بدونید باید پاشید بلند شید، قاسمتون رو کشتن، انتقام رو بایستی از نظام ولایت فقیه بگیرید. بله، بسیار ممنون از شما. تا روزی دیگر فرصتی باشه با شما گپ و گفتی دیگر داشته باشیم و این همه مدارک و اسناد رو به نوعی دیگه برای ما در حال بیاریم به تازه باشه. با شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. درود بر شما، پاینده باشید، سپاسگزارم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش عبستا، آقای بارتان کارگردان برنامه، با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.